بدهکار شدم. من شخصا میگم به دنبال هیجان مثبت و منفی نیستم، یعنی من به دنبال این نیستم که فقیر بشم و به دنبال این هم نیستم که اون ثروت باعث بشه که من یه هیجان در من ایجاد بشه. پس به نوعی خیلی ساده من اهل قمار نیستم، من قمار بازی نمی کنم. حالا نمیدونم هموطنان عزیز من چه کار انجام میدن، اما میخوام بگم این خواستن و نخواستنه. حتی کسایی که وسوسه میشن توی قمار، همون مرحله اول که تجربیاتی کردن که دیگه نمیخوام برن قمار بازی کنن، همون اول باید بگن ما نمیخوایم. نخواستن هستش و این نخواستن نیست مسلما کار خواهد کردش. اندیشمندی اعلام میکنه مهمترین گام برای رسیدن به خواستهای درست خواستن هستش. پس من هستم تصمیم میگیرم قمار بازی کنم یا نه. و زمانی که هنوز تصمیم 100% برای ما جا نیفتاده، این قماره. ما نباید چنین کاری بکنیم. احتمالات میاد تو ذهنمون. حالا من مسابقه رو یه نوع دیگه قرار میدم که شما هم دوست داری، من هم دوست دارم. این مسابقه اینجوریه: شما وارد سالن مسابقه میشین، مجری میاد به شما دو تا پاکت میده، شما اجازه داری یکی از این پاکت ها رو برداری. یک پاکت به مبلغ $100 جایزه است و یک پاکت به مبلغ $10,000 جایزه است. شما یکیشو برمیداری. خب اگر شما اونو برداشتی، اون خواستن شما بوده. مجری همین که میای باز کنی، مجری میاد میگه وای وای هنوز دیر نیست، میتونی عوضش کنی. یعنی یک وسوسه رو در تو ایجاد میکنه. توی زندگی ما این گونه میکنیم، انجام میدیم. توی زندگی شما کارتو پیدا میکنی، دوباره یکی بهت میرسه میگه وایس یه کاری هست فلانجاست، درآمدش دو برابره. امیدوارم این مثال درست نباشه برای کسی. همسرتو انتخاب میکنی، هنوز نگاهت به این همسره، میخوای بره خواستگاری این دختر یا برفرض به اون پسر بله بگی، یه دفعه یکی میرسه میگه نه، یه نفر از اینجوری خوشتیبتره، خوش اخلاقتره، برحال پولدارتره، شروع میکنه و میخواد نظر. اینو بدانیم خواسته ما کجاست. آن کسی که اولی رو انتخاب میکنه، اولا باید با تحقیقات باشه، با آگاهی باشه. به طور خاص خب ما که مسیح ایمان داریم، در حضور خدا دعا میکنیم، باید تاییدشو بگیریم. خدای ما خدای لال نیست. خدا سخن میگه به طریقی که قابل هضم روان من باشه، روح و احساس من باشه. خب شما این پاکت رو دارید، مجری میاد به شما میگه که میخوای عوض کنی، میگی نه، شما سفت و محکم نیستی. به این میگن یقین. حالا مجری میاد یه پولتیک دیگه میزنه، میاد بهت میگه که من پاکت تو رو $1,000 میخرم. شما میفوشید؟ نه دیگه، من احتمال میدم که تو این بیشتر از این پول باشه. نه، حتی اینجوری نباید ما فکر کنیم. نگاه کن، میخوام به این جای برسیم. یک تصمیم درست حاضر هستش که برای آنچه که اشتباه میکنه هزینه بده. به این میگن مسئولیت پذیری. این یک تمرین ایمان هست. حالا اون مجری دوباره میاد میگه $2,000. اگر شما خواستت درست هست، یقینت درست هست، باید بیستی. میگه $5,000 نه، میگه $9,999 بازم باید بگی نه. این غرور نیست عزیزان، این خودخواهی نیست عزیزان، این اعتماد به نفسه که من تصمیمی که میگیرم براش خواهم ایستاد. این دقیقا همون چیزی هستش که کلام خدا از ما انتظار داره. وقتی که ما به او ایمان میآوریم به عنوان یک شخص مسیحی، برای او میستیم. از این رو هست که مسیح میگه هر کس که مرا منکر بشه، منم اون رو منکر میشم. چون اون شخصی که مسیح رو قبول کرده و حالا دیگه اومده توی آمریکا، انقدر کار زیاده، نمیتونه کلیسا بره، انقدر داره میدوه، نمیتونه برفرض دهیه کشو بده، نمیتونه کلام بخونه. پس اون تعمیدی که گرفتی، پس اون وعده‌ای که با کلیسای مسیح بستی چی شد؟ یعنی نگاه کنید، حالا این یه قسمت هست. وارد خونت میشید، شما همسرتو دوست داری، وقتی که زن و شوهری به هم بله گفتن، مطابق کلام خدا، کلام خدا با طلاق موافق نیست. البته موضوع طلاق نیست، باید بررسی بشه. این گونه نیست که ما بگیم کسی نباید طلاق بگیره، چون کلام خداوند عیسی مسیح موضوع زنا رو استفاده میکنه. زنا یعنی خیانت. اگر مردی همسرش رو رها کرده، زنش رو رها کرده و به دنبال الواتی و اعتیاد و مواد مخدر و فساد رفته، اصلا این خیانت شده، این طلاق انجام شده، تموم شده از یه طرف.
اما اگر زن و شوهرها با هم زندگی میکنن سوء تفاهم میاد و هنوز نتوانستن همدیگر رو درک کنن و احتیاج دارن پیش یک مشاور خانواده برن، پیش یک روانشناس برن، پیش یک کانسلر برن، پیش یک کشیش برن باهاشون صحبت کنه، این کارا رو انجام ندادن بلافاصله میگن ما طلاق میگیریم، این همون موقعیتی هستش که شخص نشون میده از ابتدا بله او و خواسته او سفت و محکم و با یقین و با اعتماد نیز نبوده. از این رو هستش که کلام خداوند ما رو تشویق میکنه به آنچه که تصمیم میگیری مصمم باش. عیسی مسیح اعلام میکنه که یا در آب گرم گرم باش یا سرد سرد، یعنی کاملا یا توی دنیا زندگی کن، حال تو بکن، زندگی تو بکن همون چیزی که دوست داری، و یا اگر تصمیم گرفتی تو مسیر هدف مقدس خلقت قرار بگیری، شکل خدا، نه شکل رسول، نه شکل پروفسورها، خدا رو شکر برای همه انسانها، شکل خود خدا بشی، این رو بدان که با خودش مشکلات و سختی ها میاد و شما باید آن را به جان بخری. پس موقع تصمیم گیریمون هم وطنان عزیز همه گزینه ها را در نظر بگیرید و وقتی تصمیم گرفتی همونجا باید بیستی. من در هفته گذشته 3 گواهی داشتم روز سه‌شنبه از ایران، آلمان و کانادا. این زوج قصد طلاق داشتن در طول 2-3 ماه هست که با این عزیزان من صحبت میکنم و رسیدیم به این نتیجه که در صبر بمانن. البته همیشه این گونه نیست، گاهی هستش که افراد وقتی تماس میگیرن همون گونه که عرض کردم شرایطی که میبینم گویا این طلاق سالهاست انجام شده، اون یه موضوع خودشو داره، وقت نداریم در باید صحبت کنیم. اما با دانش کمی که دارم و در حضور خدا من این رو یافتم که این عزیزان نباید، باید صبر کنن و خدا رو شکر هر سهشون تو یک روز، خیلی جالب بود، سه‌شنبه ها همونطور که هموطنان عزیز میدونم ما در کلیسای پرستان مسیح از ساعت 6 صبح تا 9 صبح دعا داریم. عزیزان اگر مایل باشن میتونن تماس بگیرن با شماره تلفن 718-716-4-0، آدرس رو خواهیم داد که تشریف برید در دعا باشیم. و اینا زنگ زدن گفتن که ما در صبر بودیم، حتی یکی از خانم ها گفت من با خفت و خاری بعد رسول از خونه شوهرم انداخت منو بیرون، ولی وقتی برگشتم ابراز پشیمونی کرد و گفت من مقصر بودم و الان چقدر الان مدتی زندگی ما خوب شده. پس عزیزان اگر یک تصمیم میگیریم بایستیم روی اون تصمیممون، این گونه نباشه حالا من ببخشید میخوام یه حاشیه‌ام برم، چقدر از هموطنان ما اومدن تو این کشور، اروپا رو کار نداریم، اومدن به عنوان افراد سیاسی. این عزیزان سیاسی ما که با دلسوزی، من جزو هیچ فرقه سیاسی نیستم اما همشون رو دوست دارم چون دلشون برای ملت ما میتپه، این وقت رو گذاشتن میگن فلان منطقه برای اعتراض به دولت جمهوری اسلامی که برفرض باعث رنج مردم شده بیاید. آقا میریم اونجا 100 نفر هستن، اما شما کیسای پناهندگان ایرانی رو بیاریم بالا ببینیم چقدر سیاسی بودن. بگذاریم اون عزیزانی که بلند میشن میرن ایرانم میان، اینا هم یه روزی میاد رو پته، یعنی اینجوری نیستش، این کشور انقدر بی حساب کتاب نیست که هر کسی اومد جا پناهنده سیاسی شد به مسیح ایمان آورد و گفت جان من در خطر هستش، حالا هی بره ایران و بیاد. خدا اون روزا نگیره، ما دعا میکنیم صلح باشه، اما این نگار هم داشته باشید. اگر ما یه سخنی میگیم کلام خدا میگه نه تو نباشه، بله تو بله باشه. اگر اینجا بیستیم ما تو یک جایگاه بسیار درستی هستیم. در عبرانیان 11:1 اعلام میکنه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده، زیرا که به این برای ما نیز شهادت هستش. پس این رو بدانیم، اگر یک باوری داریم نسبت به خواستن و نخواستنمون، این خداوند هستش که ما رو حمایت میکنه و اونجا بایستیم. نظامی نیز اعلام میکنه 2 دل کردن کسی را عاقلی نیست، 2 دل برداشتن از 1 دلی نیستش. اگر موافق هستیم حالا این بحث رو ادامه خواهیم داد،
بریم با همدیگه سرودی رو، اگر اتاق فرمان ندارم سرود خواهرمون سارا رو میتونیم داشته باشیم، یه سرود زیبای خواهرمون سارا سرایدن، که در رابطه با اینکه کسایی که به مسیح ایمان میارن، ما میدونیم یک دروغ بزرگ اسلام و قرآن این هستش که کسی که مسلمان نیست مرتد هستش و باید اون رو بکشی و به اون مارک کافر میگن. اما ما میدونیم کلام خداوند انجیل عیسی مسیح هیچ کس رو کافر نمیگه، هیچ کس رو نجس نمیخونه و خواهرمون سارا از بعد از اون کشیش سپهر عزیز این شعر رو نیز گفتن، اینو سرایدن بریم با هم لذت ببریم از این سرود. گر کفر است مسیحا را که فرزند خدا دانم، اگر شرک است که عیسی را خداوند و خدا خوانم، اگر دست خورده انجیل و صلیبش کذب بسیار است، مرا پس کافر اندان و چو مشرک بر خدا خوانم. بله من کافرم اما مطیع مردگان هرگز، مطیع ابن یزدانم که او را در سما دانم، مقام کفر می ارزد به دیدار نجات او، چو بینا گشته ام از او مسیحا. با درود فراوان خدمت تمام بینندگان عزیز برنامه ایما. بله. بعد رسول میخواستم درباره سیدی که هست با بینندگان عزیز صحبت کنم. ما یه سیدی داریم نشونه بینندگان بدم، اول مال برادر رسول کشیش رسول عزیز، موضوع قلمرو آزادی. در قلمرو آزادی این ایمپیتری دو ساعت برنامه است که میتونید از طریق تلفن با برادر رسول عزیز هماهنگ باشید، 818 716 4 0. و این تمام این امپیتریا این سیدیا رو ما به شما هدیه میدیم از طرف کلیسای پرستندگان مسیح. بله بله. درسته برادر رسول؟ بله، ما اینا راستش تعدادی رو تولید کردن عزیزان تو کلیسا، معمولا ایام کریسمس و نوروز عزیزان لطف میکنن یه فصلی از آمین یه فصلی از درسای من رو آماده میکنم و همونطور که خواهرم گفتن امپیتری هستش، دو ساعت هست در رابطه با در قلمرو آزادی مطابق کلام خدا هست که به شما عزیزان رایگان داده خواهد شد، فقط با شماره تلفن 818 716 4 0 تماس بگیرید، آدرس خودتون رو لطفا بذارید یا تکس کنید، حتی فکر نمیکنم تکس کنید، ولی با شما هماهنگ خواهند کرد که چگونه این را به دست شما عزیزان برسن. خب بریم از کلام خداوند بگیم یا اینکه شما میخواین صحبت کنید؟ خواهش کنم. من فقط یه مطلبی رو بگم، میخوام یه مبادا سوء تفاهم بشه. گاهی هستش که چون ما صحبت از خواستن کردیم، میدونیم که هموطنان ما مطابق اون ضرب النسا میگن که خواستن توانستن هست. آیا واقعا خواستن توانستن میشه یا نه؟ یعنی ما نمیتونیم اینگونه موضوع رو نگاه کنیم که واقعا خواستن توانستن میشه. اگه خواستن توانستن میتونست بشه، 11 میلیون انسان توی شاخ آفریقا گرسنگی دارن، از گرسنگی میمیرن، آیا اونا نمیخوان سیر بشن؟ آیا الان که ما میبینیم این همه جنگ هست بین فلسطین و اسرائیل، آیا نمیخوان صلح بشه؟ آیا سوریه سالهاست در جنگ هست، آیا اینها نمیخوان توی اون در اصل آرامش قرار بگیرن؟ پس نمیتونیم بگیم خواستن واقعا توانستن هستش. خواستن زمانی در توانایی خودش ایجاد میشه که در ابتدا اون یقین رو داشته باشه. حتی در انجیل لوقا 12:25 عیسی مسیح میفرماید کیست از شما که به فکر بتواند ذراعی، ذراعی یعنی نیم متر، هر نیم متر رو در اون زمان میگفتن یک ذراع، ذراعی بر قامت خود یعنی اندام خود افزاید. عیسی مسیح میگه هیچ کس با فکر کردن و با خواستنش نمیتونه که نیم متر به قد خودش
اضافه کنه. پس چنین چیزی واقعا غیر ممکن هستش که ما، مگر ما راه درست رو بریم، یعنی در کنار دانش، در کنار آگاهی ها، ما بدانیم این آنچه را که انجام میدیم درست است. گذشته از خودمون، توانایی خودمون، گذشته از دانش که به دست آوردیم، یک اعتماد به نفسی در ما ایجاد بشه به توسط اون منبعی که درش قدرت بیشتری هست و اون برای ما ایماندارانه به مسیح فقط خود خدا هستش. در این رابطه ایوب 19 25 تا 27 از کتاب مقدس شریف میخونم، میبینیم ایوب چگونه نیز اعلام میکنه. میگه اما میدانم که نجات دهنده من در آسمان است. پس این دانش این مرد هست و روزی برای دفاع من به زمین خواهد آمد. خب ایوب توی شرایط خیلی سختی هستش، مثل اون مردمی که گفتیم توی شاخ آفریقا هستن گرسنه.